داعش یک پدیده نوع تروریستی هستند که در منطقه و بالخصوص در مشرقی جای گرفتن، در کوههای مشرقی. بله، ما به حکومت پیشنهاد کرده بودیم که و حکومت مکلفیت داشتند که تنها ما نه بلکه همه سیاسی نگرهار و وکیلای و سناتورای نگرهار که علیه هر تروریستی که مردم افغانستان می کشند، یکی به نام طالب است، یکی به نام داعش است، یکی به نام هر برای که هستند، مبارزه بکنند. خود داعش یک پدیده نو بودن و طالب یک چیزی بودن که پیش حاکم بود افغانستان و بعد از حاکمیتش هم 13 سال 12 سال مقاومت میکنن، یا مقاومت خوب یا مقاومت خراب، خوب وجودش معلوم است. باز تصمیم ما و دوستایی شدن که باید حکومت عملیات انجام بدن و خوشبختانه حکومت با مشوری دوستا در ولسوالی کوٹ عملیات کردن که همه ولسوالی از نیو بدبختی هایی که داعش اوجا موجود بودن پاک شدن. داعش هم مثل طالب یا دیگر توریستا واری شاید در یک منطقه، در یک قریه یک عملیات چریکی داشته باشند بعد از اینکه تصفیه شدن. خب امو حالاتی که حاکمیت شیعه بود همه دور رفتن و مردم محل امرای پلیس و قوای مسلح ما تقریبا 200 یعنی عملیات موثریت خود داشتن داشتن و بلکه داشتن نه مو ولسوالی را گرفتیم، ولسوالی به دست داعش بود گرفتیم و امروز پلیس محلی ما و حکومت ما یه حکومت میکنن و ولسوال داریم، مکتب آغاز شدن، اما پولها و که داعش قصابخانه جور کرده بودن مردم اعدام میکرد یا حلال میکرد، یا متاسفانه امروز خوشبختانه اینجا پلیس است، محل است، عدالت است، محکمه است. یک میایم به طرف اچین که اصلی قرارگاه و مامان داره، اصلی قرارگاه داعش است که اینجا چیز رو کنیم. وقتی که ما و حکومت آمادگی داشتیم که یک عملیات سرتسری با شینوار جور کنیم، داعش پیش از پیش حمله کرد به پلیس، به قوای سرحدی ما، به پستای سرحدی ما که متاسفانه ما هم شهید داشتیم و او طرف هم خوشبختانه بعضی مرده های بودن که از قوای هوایی و از جنگ زمینی قوای مسلح ما تقریبا به 100 نفر کشته شده. این جنگ تا حال دوام دارن، ما در حالت مقاومت هستیم و جنگ هم سربازای ما چی در سرحدی هستن به شکل پلیس و محلی و پلیس و در قوای مسلح کماندو، در اردو کماندو و پیاده نظمی اما دیگه دوستایی که کار میکنن و جنگ میکنن ای علیه از اینا مبارزه میکنن. مردم امروز علیه قوای مسلح ماست، منسجم هستن و در کورت 200 نفر دادن با اول امو خیزشا یا مردمی که مبارزه میکنن علیه داعش ای مبارزه کردن، علی امروز با در صف پلیس محلی سوق شدن و در انضباط هستند. ما نمیخوایم که ملیشه سازی شود، نمیخوایم که یک خودسری دیگه بیاییم، میخوایم که مبارزه شود. مبارزه اول حق قوای مسلح ما است که ما ای را حمایت کنیم و قوای مسلح ما ایجاد خواهی بکنیم. نو ما به این قانع هستیم امروز، ما به شما میگیم که تا امروز سوال که چی میشن بس سوال تا امروز قوای مسلح ما مبارزه کردن، ما از قربانیش ستایش میکنیم و مردم هم پشت سرش هست. از مردم هم تشکر میکنیم که قوای مسلح خود حمایت کردن و در آینده هم اونطور بکنن. تعریف شما از این داعش که در ننگرهار پیدا شده چی هست؟ اینا از کجا تمویل میشن؟ آیا طالبایی هستند که به داعش تبدیل شدن یا کدام گروه تازه است که وارد ننگرهار شده؟ ما پیشم گفته بودیم علی، میگیم که داعش امو کسایی هستند که پیش طالب بودن، امروز داعش شدن و اردویش پروژه پاکستان است، ایسای هستن و چی طالب است چی داعش. خود در رهبری خراسان کسی است به نام حفیظ سعید، ای خود پاکستانی است، رهبریش به دست پاکستانی است. مثلا در طالب اختر محمد منصور است او افغان است، خود طرف پاکستانی است. در نگرهار یا داچین هم که جنگ میکنن تقریبا 90%
که مرده ها به دست میامین پاکستانی هستن. چی میخواین اینا؟ ای که میخواین ایدندشه و فکری از اینا هستن. ما هم رای نه رالو کردیم نه مباحثه. ای در ذهن و در فکری از اینا هستن که چی میخواین؟ خو یک چیز به شما بگویم که از لحاظ تکتیک و جنگ که ای با اردو و پلیس ما مواجه میشن و جنگ میکنن از یک گروه تروریستی بالاست. آدم های هستن که بسیار تعلیمی تربیه شده باشن و با ممونز ما و با فکر ما فیصلی ما ای است که سربازای فوج پاکستان است اکثریتش، هم از لحاظ تکتیک و جنگ خوب تعلیم تربیه گرفتن و هم همه پاکستانی هستن و در از معلومات ما که این لوده هایی آمدن همه اورگزی و پنجابی هستن، اوجا یک قوم به نام اورگزی اکثریتش در استخبارات پاکستان زندگی میکنن. خب هر صورت این جزء بدبختی های ما هستن. ما باید چی کنیم؟ هدف ما خود ما هستن. ما باید با پاکستان واضح گپ بزنیم. هر تروریستی که هر گروپی که به هر نامی که به هر قومی که به ما میان اگر واقعا با ما دوستی میکنن دشمنی از اینا دشمنی ما است. دشمنی ما باید دشمنی از اینا باشه، خصوصا دشمنی پنجاب. وقتی که پنجاب درست عمل نکنن باید ما بالمثل عمل بکنیم و این حالتی که امروز داریم تا دنیا بفهمه که جنگ علیه طالب، جنگ علیه داعش، جنگ علیه پلان گروه نیست، جنگ پاکستان و افغانستان است.